ماهواره ها اجرامی که به دور زمین یا هر سیاره دیگری در مداری تقریبا دایره شکل در حال دورانند. این اجرام چجوری حرکت میکنند؟ نیروی جان مرکزشون رو کی تامین میکنه؟ شتاب حرکتشون برابر با چی هست؟ موضوعاتی که در حرکت ماهواره ها ما میخواییم به اونها بپردازیم. دقت داشته باشید. طبق تعریف وقتی که یک جسمی به دور زمین و یا هر سیاره دیگه در حال حرکت باشه ما اصطلاحاً بهش میگیم قمر مصنوعی یا ماهواره. برای مثال توجه کنید ماهواره ها اجرامی هستند که به دور زمین و یا هر سیاره دیگری در یک مدار تقریبا دایره در حال حرکتن. چون این مدار ماهواره ها بیرون از جو طراحی میشه و هیچ نیروی دیگری غیر از نیروی وزن بهشون وارد نمیشه، لذا تنها نیرویی که میتونه جان مرکزشو تامین کنه اصطلاحا نیروی وزن ماهواره باید باشه و شتاب جانب مرکز نیز دقیقاً شتاب گرانش در اون محل هست. برای نمونه شکلی میکشیم. شما فرض کنید زمین باشه و اینجا هم مرکز زمین در نظر بگیریم و یک مداری رو طراحی میکنیم که ماهواره در اون مدار در حال حرکت هست. دو تا موضوع در ماهواره ها بسیار اهمیت دارن. یک، فاصله مدار ماهواره تا مرکز زمین، به طوری که اگر شما شعاع زمین رو آرعی بگیرید و فاصله ماهواره تا سطح زمین رو هاش در نظر بگیرید، شعاع مدار ماهواره مجموع آرعی به علاوه هاش خواهد شد. چون خارج از جو هست و خلا هست و هیچ نیروی دیگه نمیتونه بهش وارد بشه، پس تنها نیروی وارد بر اون MG. اگر تنها نیروی وارد بر یک جسمی وزنش باشه، اون جسم عملا داره سقوط آزاد میکنه، پس تنها شتابی که داره شتاب G یا شتاب گرانش در همون نقطه خواهد بود. لذا ما وقتی میگیم شتاب جانب مرکز یا نیروی جانب مرکز، MG هاش میشه، یعنی وزن ماهواره در اون نقطه‌ای که در واقع ماهواره قرار گرفته. و اگر شما نیروی جانب مرکز رو M V2 تصور کنید، اما از طرفین ساده بشن، V2 که شتاب جانب مرکز بود برابر با G هاش خواهد شد. پس برای نمونه به خاطر می سپاریم در حرکت ماهواره ها شتاب جانب مرکز یا همون V2 یا R2 ما دقیقاً شتاب گرانش در اون محل هست. در مورد ماهواره ها چیز دیگه رو هم باید بدونیم و اونم اینه که شتاب گرانش در هر نقطه در هر ارتفاع طبق چیزی که در دینامیک داشتیم، بحثی که در دینامیک کرده بودیم، GMA تقسیم بر RE به علاوه هاش به توان 2 باید باشه. برای نمونه فاصله مدار گردش یک ماهواره تا سطح زمین 2 برابر شعاع زمین هست، پس ارتفاعش از سطح زمین رو 2 برابر شعاع زمین در نظر گرفته. اندازه شتاب مرکزگرای ماهواره یعنی شتاب گرانش یا همون شتاب جانب مرکز اصطلاحا هم بهش بگیم، چند برابر اندازه شتاب گرانش در روی زمین هست. باز به این شکل توجه کنید. شما تصور کنید این زمین ما هست، شعاع زمین آرعی هست، گرانش در سطح زمین یک رابطه داشت، شتاب گرانش G اصطلاحا هم بهش میگفتیم، و وقتی در مدار ماهواره قرار میگرفتیم به طوری که فاصلش تا سطح زمین 2 آرعی هست، اینجا هم قطعا یک شتابی داره، یک وزنی ما در اونجا داریم. من شکل رو ساده اینجا کشیدم، دقت کنید. شتاب جانب مرکز شتاب گرانش در اون نقطه است و شتاب رو سطح زمین هم که G در نظر می گرفتیم. لذا وقتی به شما میگه شتاب گرانش در اون نقطه چند برابر شتاب گرانش در سطح زمین هست، یعنی G هاش چند برابر G. شما بگید ببینم رابطه‌ای که ما در گرانش داشتیم چی بود؟ شتاب گرانش در ارتفاع GMA تقسیم بر RE به علاوه هاش به توان 2، GMA تقسیم بر RE به توان 2. اینا با هم ساده میشن. برگردیم روی شکل. اگر ازتون بپرسن الان شعاع مدار ماهواره چقدر هست، شعاع مدار ماهواره میشه RE به علاوه هاش. هاش برابر چنده در این مسئله؟ 2 تا RE. پس RM میشه 3 تا RE. حالا اگر من اینها رو با هم ساده کنم، دور در دور، نزدیک در نزدیک انجام بدم، شتاب گرانش در اون ارتفاع که شتاب جانب مرکز هست به شتاب جاذبه در سطح زمین برابر است با RE به توان 2 RE به علاوه 2 تا RE به توان 2. اگر مخرج با هم جمع بشن میشه 3 تا RE. و حالا اگه به توان 2 برسونیم، اون چیزی که باقی میمونه RE ها با هم ساده میشن 1/9. پس شتاب گرانش در اون محل 1/9 برابر شتاب گرانش در سطح زمین میشه. سوال بعدی، شعاع مدار ماهواره N برابر شعاع کره زمین است، نسبت شتاب حرکت ماهواره به شتاب گرانش آن در آن ارتفاع چقدر است؟ من چند لحظه مکس میکنم. سوال با دقت بخونید، به من جواب بدید. صورت سوال چی رو میخواد؟
آفرین، شتاب جانب مرکز در محل ماهواره. خب به چی؟ به شتاب گرانش در اونجا. ببینم چیزی متوجه نشدید؟ مگه شتاب جانب مرکز ماهواره همون شتاب گرانش در اون نقطه نیست؟ پس این دیگه لازم نیست حسابش کنیم، قطعا گزینه 4 جواب هست، یعنی اینا با هم برابرن. پس دقت داشته باشید، ما به عنوان نکته این رو به خاطر میسپاریم. شتاب جانب مرکز یک ماهواره در هر مدار همیشه برابر شتاب جاذبه زمین در آن نقطه است، که البته هر چقدر از سطح بریم بالاتر شتاب گرانش کمتر و ما هم شتاب جانب مرکز کمتری رو نیاز خواهیم داشت. پس گزینه درست گزینه شماره 4 شد.